بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور. به امیدی که درس ها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به طرف درس دیگی از فیزیک صنف نهم تحت عنوان صوت به ادامه درس های قبلی. صوت. خب دوست عزیز، بین در مورد ازی که صوت دوستا چی هست، اول یک معنا کنیمش، باز بریم که تحت از این عنوان چی چیزها را ما باید یاد داشته باشیم. صوت دوستای عزیز، صدا، صوت یعنی صدا، همین صدایی که ما میکشیم، یا استادتان یا خودتان صدا میکشین، استاد میشنوه، شما گپ میزنین استاد، و استاد که گپ میزنه شما میشنوین، و یا با همدیگه صحبت میکنین، صدای یک دیگه تان هم میشنوین، امیر ما صدا میگیم یا صوت. خب یعنی صدا. ببینی که چی تعریف کنیم این صوته. دوستان عزیز، صوت میتونیم بگویم در حقیقت یک موج است. از کجا این ارتباط گرفت؟ دستان سه کنین، از اعتزاز. اعتزاز شور خوردن بود، یادتون آمد؟ شور خوردن. اون شور خوردن چی وقت بمیان نامد؟ که یک جسم از حالت تعادل خارج میشد و به دو طرف نقطه تعادل که شور میخورد، ما نامز رو گفته بودیم اعتزاز. باز علمای اعتزاز اگر در روی یک رسم بیاری میشه، گفته بودیم به شکل یک موج، یعنی باز موج تعریف کرده بودیم پشت سرش درس کامل. موج در حقیقت یک اعتزاز است که در کجا صورت میگیره؟ در یک محیط، درست؟ اینال به ادامهش صوت و چیز خودش، صوت در حقیقت انتقال امواج است. یعنی چی؟ این اگر کس صوت بگوید تعریف کن، میگیم صوت عبارت است انتقال امواج است. صوت انتقال امواج. انتقال چی؟ امواج است. انتقال امواج در یک محیط است. در یک محیط. شما دیده باشین که در بعض جا در تلویزیون ها یا در چیز در رادیو ها میشنوین، همیشه وقتی که صدای یک خواننده یا صدای یک نطاق یا گزارشگر بخوایم بشنویم، قبل شنیدنش بر ما میگه که صدای ما رو روی امواج، مثلا این اندازه و این اندازه، اون فرکانسی شه براتون ذکر میکنه، روی مثلا رادیو بی بی سی یا رادیو صدا آمریکا را، روی موج متوسط ردیفای اقدر و اقدر کیلو هرتز، کیلو هرتز میگنشه. هرتز که گفته بودم اگر یادتون باشه دوسته، هرتز ای واحد فرکانسی بود. واحد چی بود دوسته عزیز؟ فرکانسی. فرکانسی را هم براتون مانا کرده بودیم که تعداد اعتزاز در چقدر یکی و دیگر رب داره، تعداد اعتزاز فی و یک ثانیه، یا تعداد اعتزاز بر ثانیه را میگه. خب ما اگر چیز را میشنویم یا صدای را از یک جای برای ما پخش میشه، این در حقیقت موج است که در فضا انتشار میافه، به گوش ما میرسه. پس صوت چطور تعریف میکنیم؟ صوت میگیم انتقال امواج است که در یک محیط انتشار میکنه. این از امون خاطر است که رادیوها و تلویزیون ها وقتی که میخواین نطاق یا گزارشگر خود بگوید که فلانی ساعت گزارش را تهیه میکنه، تاکید میخوانه یا خبر را میگه، میگه روی امواج، روی امواج متوسط ردیف های 200 چند یا 300 چند کیلو هرتز پخش میشود. یعنی مانوش که می صوت موج است و این موج هم دارای یک اعتزاز است که اعتزاز است که او فرکانسیش است. شما در روی رادیویتون سکنین عددان است، در تلویزیون ها هم دیدین عددان است،
و ای در ختم عددا کیلو هرتز نشته است. کیلو هرتز، هرتز واحد فرکانسی است. یعنی تو که ما گوته که رادیو را ما روی اونمو کیلو هرتز نبریم، ما صدای رادیویی را که برای ما گفته فرزن بی بی سی یا آمریکا یا هر جایی باشه اون را نمیشنویم. و فقط روی اونمو موجی که انتشار یافته او را در روی رادیو نوشته کرده و روی اونمو میریم که تو صدا را بشنویم. یعنی چی میخوایم ما دیگه پایم؟ چی هدفم چی است؟ هدفم این است که شما دوستای عزیز بفهمین که صوت خودش موج است که انتقال میافته در فضا تا به گوش شنونده میرسه و وام روی یک فرکانسی خاص، روی یک فرکانسی. فرکانسی یا فرکانسی چیست؟ تعداد اهتزاز در یک ثانیه. مثلا ما یک مثال دیگه هم بتون خوبتر بفهمین. دو نفر دو تا دستگاه مخابره داشته باشن، دو نفر دو تا دستگاه مخابره داشته باشن، باز اینو زمان یکی که دیگه خود یکی در دیگه خود در تماس شدن میتونه که فریکانسی یا فریکوینسی یک دیگه خود داشته باشن. در غیر از اون صدای یک دیگه خود شنیده نمیتونه. مثلا با امی کسایی که باز در مخابرات کار کردن یا پلیس هستن یا در اردو کار میکنن که از یک جای به جای دیگه انتقال میتن، باز یکی برای دیگه خود فریکانسی یا فریکوینسی میتن. تا اونم فریکوینسیش عیار نساز آدم صدای یکی را دیگه کس شنیده نمیتونه. چطور خیلی دیگه ایده تعریف کنیم؟ میگم صوت انتقال امواج است در یک محیط که روی یک فریکوینسی، روی یک فرکانسی معین انتشار میافه یا انتقال میافه. شما که دوستای عزیز ما تانسته باشن مفهوم صوت گرفته باشن. خب آنی صوتی که ما از دان ما میبره و شما میشنوین یا از استادتان شما میشنوین یا شما رو استاد میشنوین، این از کجا میشه؟ این در حنجره انسان، حنجره، حنجره یکی از قسمت های جهاز تنفسی است. در اونجا یک دستگاه وجود داره دوستای عزیز، دستگاه وجود داره در اونجا، او را دستگاه صوتی میگن. حالی تو را اگر تصور کنی شما یه حنجره باشن، در اینجا تارهای صوتی است. اه تو فکر کنی وقتی که هوا را، هوا از اینجا میه تیر میشه در اینجا و پس هوا را میکشیم، اینمی رفت و آمد هوا اینی تارکای صوتی را اینی را در اهتزاز میره، در شور خوردن میره. مثل تار تنبوره، یک تار تنبوره اگر ما ایتو بزنیم امرای کلک خود ایتو موج تولید میشه. نه مثل که تار تنبوره شما امرای ناخونک بزنین بزنین صدا تولید میشه. نمیشه صدا تولید؟ میشه. اینمی هوا در اثر عبور و مرور اینمی تارهای صوتی را به حرکت میره. می تارهای صوتی را چی میکنه؟ به حرکت میره. اینه که به حرکت آورد صدا تولید میشه. اگر کس بگه چطور صدا تولید میشه، میگیم درست. شما بیارین یک تار یک تنبور یا آلی موسیقی را امروی کلک خود که میزنیم تنگ است، یک صدا تولید نمیکنه؟ میکنه. هر چیز که اهتزاز کنه صدا تولید میکنه. دستتون در روی میز میزنین صدا تولید نمیکنه؟ میکنه تولید. اما طور اینمی هوایی که در جهاز تنفسی رفت آمد میکنه این تارهای صوتی رو به حرکت میره که به حرکت آمد از حرکت از او امی صدای ما تولید میشه. از امو خاطر دیدین اگر یک کسی را گلو میشه بالاتر از حنجره شکاف کنیم که هوا به طرف حنجره نره، از امو شکاف بره صدای نفر شنیده نمیشه. ای صدا نداره این نفر. شایدم بعضی اوقات دیده باشین عملا بعضی مردم ها این قسمت زیر گلون، این قسمت بالایی فرض میکنیم شکاف شده، این قسمت یعنی بالاتر از این خود جهاز صوتی اینجاست، نیست بالاتر از جهاز صوتی این قسمت، این قسمت شکاف شده، این خود جهاز صوتی ده اینجا نیست دنجره، اینجا شکاف شده که هوا از اینجا بره تنفس میکنه، از اینجا بره از اینجا بیا، این آدم صدا نداره، صدا نداره دیگه. چرا صدا نداره؟ که دیگه یه هوا تارای صوتی زوره به حرکت نمیره. این هم انشاءالله معلومات به دست آوردیم که انسان چرا دارای صوت است، چرا دارای صدا. آیا تنها انسان دارای صوت است؟ نه،
پرنده ها، انواع پرنده ها، حیوانات اند کلش دارای صدا هستن. وام به می شکل است، وام به می شکل است. امی هوایی را که میگیرن اونمی جهاز صوتی شانه تارای صوتی را به حرکت میره، از اون صدا تولید میشه. مونتا بعضیش بسیار صدای دلنشین و گوارا و بعضیش بسیار صداهای خشن و صدای زشت رو بد داره که او دیگه نظر بمو انجره ها هست. در انسان هم این چیز است. دیدین بعض انسان هاست دارای صدای بسیار خوب، یک اصطلاح رو در مورد دو دکار میبرن، هنجره تلایی میگنشن. هنجره تلایی، چرا هنجره تلایی میگنی رو از خانه فرزن هم از ظاهره، چرا هنجره تلایی میگنشن؟ بخاطر که همون جهاز صوتی زو قسم بوده خدا برش داده بوده، یا قسم خدادادی زده بود بوده که امی هوایی که رفت آمد میکرده بسیار به یک شکل جالب اعتزاز میکرده که صدای خوشی از او مبرامد. اما بعد نفر هست که صدایش بسیار زشت و بدی داره که وقتی گپ میزن آدم بسیار خسته میشه صدایش و از گردن صدای بسیار به حد بلند یا به حد صدای خشن داره. ای دیگه خب فکر میکنم در باره صوت دوستای عزیز معلومات کافی براتان داده شد و ای که انسان دارای چی نوع صوت است، یک جمع‌بندی کنیم که دیگه فراموشتان نشه. به طور خلاص ایتو دوستای عزیز میگیم که صوت معنایش صدا، معنایش تعریفش، صوت در حقیقت انتقال امواج است در یک محیط و بروی یک فرکانسی معین. از امو خاطر اگر رادیویی را ما میخواییم بشنویم، صدای آمریکا، صدای بی بی سی یا هر صدا که کلمه صدا رو در کار میبرن، از امی خاطری که صوت است دیگه، اگر هر صدایی را از هر جای بشنویم باید ما بفهمیم که چرا او را میشنویم، به خاطری که در فرکانسیش او را برابر کنیم. که فرکانسی تا کجاست؟ در روی رادیوها نوشته شده که هر رادیو روی اونمو موج خاص که میگه فرکانسیش، اون روی اونمون موج پخش میکنه صدای خودش. پس صدا خودش انتقال موج است در یک محیط، اما بر روی یک فرکانسی معین که فرکانسی رو براتون معنا کرده بودم که تعداد اهتزاز فی واحد وقت. در مورد انسان چرا صدا تولید میشه؟ که دارای یک جهاز صوتی است. این جهاز صوتی در کجا انسان قرار داره؟ در حنجره. از هر کس متفاوت است. بعضی ها صدای خوش داره که انجره تلایی گفتیم او را میگن، اون مانایشی که همون اعتزازاتش خدادادی، همون تارهای صوتیش قسم است که از حرکتش بسیار صدای خوش دارید. شما برعکس بعضی ها صدای خشن. تنها انسان نی، پرنده ها، حیوانات همشان دارای صوت ها هستن. فکر میکنم کفایت میکنه در باره صوت همین اندازه معلومات. بیاییم که براتون یک سوال بتیم، شما همه می یک تبصره کنین. صوت چیست؟ چیست؟ معلومات خود را درباره آن بگویید. این دو سایدش این یک بخش درستان. خب تا ساعت دیگه که در خدمتتون قرار بگیریم، شما را به خداوند یکتای بی همتا می‌سپاریم. تشکر از توجهتون.